قلعه و اطلاعاتی در موردش هست برای یک فضای شهری که افراد به حاشیه رانده شده و هست شده قابل توجه. یعنی شما اگر روی پژوهش دارید انجام میدید توی سری از اقوام یا گروه های انسانی که اینها به هر دلیل از جامعه کنار گذاشته شدن، این تکنگاری خیلی میتونه به شما الگوی خوب پژوهشی رو ارائه بده، حتی با دیدگاه باستانشناسی. این مرد از محمود زند مقدم یه اهمیت خیلی ویژه‌ای داره و برای این من اینو آوردم براتون در مورد این شکل از سکونتگاه ها، که روایتیه از فرد پژوهشگر ریزبینانه بسیار جز نگرانه از محلهی که در واقع در موردش پژوهش میکنه به ما ارائه میده. من کمتر تکنگاری دیدم که اینقدر جزئی به مسائل بپردازه. حالا همونطور که در مورد مقیاس‌های ریز گفتم که مثلا در باستان‌شناسی خیلی وقت اونها بهش می‌پردازیم، کمتر رسم واقعا باستان‌شناسانه به فارسی هست که اینقدر ریز دیده باشه موضوع رو. و از این نظر یه متنی که خیلی نزدیک به گزارش‌های خوب باستان‌شناسی. های زند مقدم مثل یه داستان شروع می‌کنه، ولی با این تفاوت ما میدونیم که این رو در واقع یک فرد جانشناس داره میدونسه با یه دیدگاه بسیار بسیار ریز از این محله. از اون دروازه شروع میشه و ما در واقع به عنوان فرد مخاطب آقای قلمان هم احساس میکنیم که حالا وارد این دروازه آهنی شدیم. آرام آرام ایشون توضیح میده که ما وارد محله میشیم که اینجا مثلا خیابان های خیلی باریکی داره. توصیفی که میکنه حتی ببینید از بویی که مثلا در اونجا به مشام میرسه و مثلا بوی خیلی آزاردهنده بوده و اینها اشاره میکنه و میبینیم که ما درست برخلاف اون مقاله که خیلی کلنگران هست اونجا داریم با یه تکنگاری مواجه میشیم که ریز ریز داره برای ما توضیح میده که ما با چه وضعیتی مواجه هستیم. این وضعیت اکنون اون محله رو در واقع توضیح میده. بعد از این محقق شروع میکنه به توضیح دادن در هر کدوم از این خیابونها چه خدماتی مثلا مثل آرایشگری مثلا نونوایی نمیدونم اینها داره ارائه میشه که شما میبینید، یعنی براتون داره همینطور ملموس میکنه از یک مقیاس کلیتر محله، خیابونها، مغازه ها. آروم آروم خونه ها رو بعد توضیح میده و خانواده ها. این نکته خیلی مهمیه چون بعدا مثلا از ادبیات رسمی حذف میشه که اصلا در قلعه خانواده زندگی میکرده. همش به این تاکید میشه که اونجا فقط خانم های روسبی و مثلا درخی از اون افرادی که مشاغلشون مربوط بوده به این جیبه معیشت در حقیقت زندگی میکردن. شما وقتی به زند مقدم مراجعه میکنید اینطوری نیست. او هم توضیح میده که افراد گوناگونی هستن، اشاره میکنه حتی به نامها و شما وقتی این نامها رو نگاه میکنیم میتونید که از توش اطلاعات زیادی در بیارید. حالا از مقیاس خانواده وارد مقیاس فرد میشه که هر کدوم از این افراد چجوری هستن و مثلا میگه مثلا فلانی یه پاشلنگ یه فلانی نابیناس اینها و بعد تعدادی از مصاحبه ها را پیاده کرده. شما وقتی این دیالوگ ها رو میخونید این که زند مقدم توش به گونه از کلمات استفاده کرده که اونا رو به لهجه استاندارد نزدیک نکرده. شما به عنوان کسی که مثلا زبان فارسی رو باش آشنایی دارید وقتی این رو میخونید میفهمید که این چه جور فضای گفتگویی و چرا زبان داره به این صورت استفاده میشه. حتی ادبیات فولکلوری که مثلا اونجا آدم ها مثلا شعر میخونن اینها رو هم ثبت کرده، چیزایی که شما به هیچ وجه حتی توی فیلم مثلا مستعد ممکنه که نبینید به دلیل اینکه شاید جلوی دوربین مثلا اون لحظه‌ای که متن یا مثلا میل دارن که یه آوازی رو بخونن و اینها اتفاق نیفته، ولی وقتی که آقای زند مقدم به عنوان یه پژوهشگر در اونجا در اون منطقه حضور داره و داره به شکلی مشارکتی میکنه دیگه چیزی برای سانسور کردن نیست. و از این نظر این تکنگاری بسیار تکنگاری موفقه. وقتی من این رو خوندم از اون تصویر تکه پاره‌ای که مثلا از این مقاله اون مقاله نمیدونم مثلا برای من قلی شهر نو ایجاد کرده بود توی ذهنم فاصله گرفتم و تبدیل شد به یه چیزی که منسجمه، واقعی تره، ملموس تره. یکی از
نقاط خیلی درخشان این تشنگاری تحت عنوان تاریخی زندگی این زنها از اون کاتب بهداشت گرفته شده. اینه شما وقتی این رو نگاه میکنید دیدید که با چه کسانی در واقع مواجه هستید، این افراد در چه حدی به حاشیه رانده شده و حذف شده و کنار گذاشته شده از جامعه هستند. وقتی شما همین چند تا تاریخچه و بیوگرافی رو میخونین میبینید که در واقع دارن به الگوهای بزرگتری اشاره میکنن که این آدم ها چرا گذارشون به اونجا افتاده، به نحوی تبعیض جنسیتی، مشکلات خانوادگی، فقر، ناآگاهی، بی‌اطلاعی، بی‌سوادی، همه اینا شما میبینید که در این چند تا تاریخچه زندگی که احتمالا ده‌ها پرونده رو بررسی کرده که اینها را انتخاب کرده و دلیلی میبینید و اینا اطلاعاتی هم که دیگه امروزه موجود نیستن و فقط شاید تو همین تشنگاری قابل دسترسی هم. به نظر من که از تشنگاری های بسیار موفقیه که در یک محدوده کوچک شهری انجام میشه به صورت بسیار ظرفانگر و ریز و خیلی خیلی هم دقیق مثل شیوه مشاهده مشارکه. در دهه 50 چندین تشنگاری هست، یکیش آقای سایدی نوشته به نام اهل هوا در مورد کسانی که تبار آفریقایی دارن و در جنوب ایران زندگی میکنن و به شیوه های سنتی در واقع درمان بیماری های روانشناختی میپردازن. یه تشنگاری بسیار خوب دیگه هم هست نوشته آقای جواد صفی نژاد به نام تشنگاری ده طالب آباد. این تشنگاری شاید بشه گفت یکی از اولین تشنگاری هایی که در ایران انجام شده و خیلی منسجمه. پژوهشگر دوای ساختار جدی رو تو ذهنش داشته برای اینکه ما رو با این روستای طالب آباد مواجه کنه و ما یه فرآیندی رو باز پی می‌کنیم که با مسائل بسیار جزئی و ریز روستای طالب آباد آشنا میشیم. کتاب مفصلی هست که من دیدم سالها نایاب بود، دیدم دانشگاه تهران اخیرا یه سری کتاب رو به صورت PDF و دیجیتال در اختیار علاقمندان قرار داده. دیدم این کتاب هم هست و خوشبختانه در دسترس هست که می‌تونیم رو هم مطالعه کنیم. بسیار بسیار کتاب مهمه.